شما همراهان همیشگی مجله هفتگی چشم‌انداز در خدمتتون هستم. در برنامه این هفته با اشاره به ابعاد نگران کننده طرح مقابله با گروه‌های انحرافی که در جلسه 21 فروردین ماه سال جاری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است، بیشتر لازم است بخش‌هایی از مقدمه و ماده تبصره‌های این طرح را برای شما عزیزان مرور کنم. در مقدمه این طرح آمده است: چنانچه می‌دانیم صدای زنگ خطر گسترش نامحسوس فرقه های شیطان پرستی و سایر فرقه های انحرافی بین جوانان بلند شده و خانواده ها را حیران کرده است. در راستای شبیخون فرهنگی شیوع عرفان های کاذب هشدار دهنده است. ایجاد مکتب ها و مرام های انحرافی یکی از اهداف شوم قدرت های استکباری عنوان شده و طی سالهای اخیر فرقه های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده و مراکزی را به عنوان پایگاه های خود بنا کردن. اینها بخش هایی بود از مقدمات طرح مقابله با گروه های انحرافی که برای شما عزیزان روخانی کردم. بدای این نمایندگان طرایق صوفیانه هم از نوظهور و غیر نوظهور دارای وجوه مشترکی هستند، به عبارت فعالیت انحرافی منافی شرع مقدس اسلام. این نمایندگان یادآور شدند که در این خصوص دو مسئله اساسی را باید مد نظر قرار داد. مسئله اول پرهیز از نگرش حقوق بشری الحادی و مخالف نظر اندیشمندان اسلامی و مرحله و موضوع دوم می‌بخشد توجه به ظرفیت‌های حقوقی موجود و مواد قانونی کنونی است. به گفته این نمایندگان این طرح پس از طی ماه‌ها زمان و کار کارشناسی مراکز گوناگون مرتبط با این امر تهیه شده است. نمایندگان این طرح را دارای جامعیت دانسته که با استفاده از ظرفیت حقوقی موجود می‌توان آن را در قالب یک ماده واحده قابل الحاق به فصل نخست قانون تعزیرات حکومتی و نیز با ملاحظه قواعد جدید لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به اجرا درآورد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران متن کامل این طرح را منتشر کرده که بر اساس ماده واحده آن هر شخص تحت هر عنوانی به شیطان پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی اقدام نماید، چنانچه مشمول حد نباشد، در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل و یا حتی در خارج کشور به حبس تعزیری بیش از 5 تا 10 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه یا هر دو مجازات محکوم می شود. در بند به ماده واحده این طرح آمده در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی، انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای میبخشید انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از 2 تا 5 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه یا هر دو مجازات محکوم می شود. و در بند جیم این طرح آمده در صورت عضویت در هر یک از گروه های مذکور در بند الف یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از 6 ماه تا 2 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت های این گروه ها بی اطلاع بوده محکوم خواهد شد. این ماده واحده دارای 2 تبصره نیز هست که بر اساس تبصره یکی آن مقام قضایی می تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید. همونطور که به تفسیر یک این ماده واحده اشاره کردیم، مقام قضایی در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها می‌تواند به کارگروه‌هایی که به این منظور تشکیل شدن مراجعه کند. این کارگروه‌ها متشکل از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی به انتخاب کمیته مقابله با فرق و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب
مرتبه وزارت اطلاعات است و سرانجام در تبصره دو آن به تشریح وظایف قانونی کارگروه تشخیص انحرافات پرداخته شده که بر اساس آن این کارگروه می تواند رأساً به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت ها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام نماید. سایر امور اجرایی این کارگروه در بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد. با ما بمانید با ادامه این بخش خبری. طرح مقابله با گروه‌های انحرافی چراغ سبز حاکمیت به قوای سگانه برای سرکوب دگراندیشان به شمار می‌رود. امریکا بر این نگرانی‌ها دامن می‌زند. اخبار جست گریخته محافل امنیتی اطلاعاتی است که از فراهمسازی بسترهای اجرایی این طرح علیه شهروندان پرده برمی‌دارد و هشدار جدی نسبت به توطئه‌های برنامه‌ریزی شده علیه گروه‌های قومی عقیدتی در کشور محسوب می‌شود. تا آنجا که پایگاه خبری تحلیلی کمال مهر مشروع گفتگویی با سردار علی استاد حسینی فرمانده سپاه استان البرز را منتشر کرده که این فرمانده سپاه در بخشی از اظهاراتش وجود همه اقوام و طایفه های مختلف در استان البرز را از مزلات این استان برشمرده و با اشاره به بزهکاری، اقدامات مجرمانه، بدحجابی و رشوه‌خواری، اما مهمترین مزل استان البرز را وجود دراویش، بهائیان و به گفته وی فرق زاله و شیطان پرست عنوان کرده است. این سردار پاسدار در ادامه این گفتگو اذعان می‌دارد که همیشه عوامل بسیج و سپاه به بهانه اجرای اصل شرعی امر به معروف و نهی از منکر عملیات خود را علیه شهروندان به طریق لسانی انجام می‌دادند. به گفته وی اما خیلی هم پیش می‌آمده که کار به درگیری فیزیکی کشیده می‌شده و ضرب و شتم و بگیر و ببند و به زندان افکندن شهروندان را در پی داشته. یکی از آمران به معروف و به اصطلاح بازوی اجرایی نظام به شمار می رود می گوید ما همیشه همین پروسه را دنبال می کردیم و منتظر تصویب قانون هم نبودیم، ولی حالا قانون در حمایت از این حرکات تصویب شده و در نتیجه به عملیات بسیج و سپاه جمعه قانونی داده شده است. به این ترتیب می بینیم موجی از سرکوب و فشار علیه گروه های قومی عقیدتی در کشور در راه است. پیشتر در اردیبهشت ماه سال جاری، درست یک ماه پس از ارائه این طرح به مجلس، نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با سایت خانه ملت با انتقاد از اینکه قوانین فعلی توانایی مقابله با فرق انحرافی و عرفان‌های نوظهور را ندارد گفته بود تصویب طرح جدید مقابله با فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های نوظهور در مجلس شورای اسلامی علاوه بر پاکیزه شدن فضای فرهنگی از ایجاد چنین فرق زالهی جلوگیری خواهد کرد. سایت فرق نیوز هم که دستی طولانی در پرونده سازی علیه دگراندیشان عقیدتی در ایران دارد، در تازه ترین خبر به نقل از سید مهدی قریشی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در آذربایجان غربی، نسبت به خطرات عرفان‌های نوظهور و توجه طلاب به آن هشدار داده و افزوده است معاونان تحصیل در حوزه‌های علمیه به جوانان توصیه‌های لازم را در زمینه بحث‌های خرافی و عرفان‌های نوظهور داشته باشند و با ارائه یک برنامه فکری و معنوی به جوانان گوش زد کنند که پیگیر سخنان هر شخصی نباشند. این اظهارات در نشست هماندیشی معاونان تبلیغ و تحصیل حوزه‌های علمیه استان آذربایجان غربی بیان شده است. به تمامی این موارد مستندهای تلویزیونی که دست رسانه ملی برای تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای تهمت و افترا را باز می‌گذارد در برنامه‌هایی با عنوان شوالیه‌های شیطان در لباس عرفان‌های نوظهور را اضافه کنید. متوجه خطرات ناشی از اجرای چنین طرح‌هایی خواهید شد که به سرکوب هرچه بیشتر شهروندان در کشور می انجامد. این در حالی است که خانم الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور در سفر به چین با تاکید بر اینکه روحیه حاکم بر ایران روحیه مبارزه با افراطگری و خشونت است مدعی شد در ایران همه حقوق همه ادیان محترم شمرده
می شود. به نظر می رسد بسیاری از معاونان و مشاوران آقای روحانی از آن جمله خانم امینزاده یا از تبعات اجرای چنین طرح‌هایی در جامعه بی اطلاعند یا به طور عمدی خود را به بی اطلاعی زدند. اگر نسبت به اجرای کلیات طرحی که اخیراً به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و عواقب اجرا و تصویب چنین طرح‌هایی در کشور توجه نشود، عواقب سوء آن به طور قطع جامعه کثیری از شهروندان و دگراندیشان عقیدتی به ویژه پیروان طرایق صوفیانه با عنوان فرقه‌های زاله، برادران اهل تسنن با اتهام وهابی‌گری و پیروان دیگر آیین‌های انتقادی را از گزند سرکوب‌ها در امان نخواهد گذارد. امری که در موضوع اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان با عنوان طرح امر به معروف و نهی از منکر پیشتر به تصویب مجلسیان رسیده بود و در بحبوحه اسیدپاشی‌های اخیر مجلسیان در صدد تصویب طرح حمایت از آمران و ناحیان آن برآمدند و جملگی ایرانیان شاهد آن بودند، به ویژه که بسیج به عنوان بازوی عملیاتی اجرایی این طرح موظف به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی شد. از سوی دیگر خطر بروز و ظهور مؤسسات به اصطلاح فرهنگی نظیر طلوع با حضور چهره‌های نظیر صفار هرندی و علی رضا پناهیان، نادر طالبزاده، شهریار بحرانی، جمال شورجه، وحید یعمین‌پور تا سمسامی، پیغامی، خوشچهره و توکلی نشان می‌دهد حاکمیت در نظر دارد به طرق مختلف زمینه را برای مغزشویی جوانان فراهم سازد. به گفته برگزار کنندگان مراسم اولین سالگرد مؤسسه طلوع حق، برگزاری دوره‌های آموزشی تئوریک در زمینه مطالعات سینمایی، خبرنگاری، نویسندگی، سیاست و تاریخ و دروس گفتاری مقدمات برای هوشمندی نیروهای حزب الله را فراهم می‌آورد تا به گفته برگزار کنندگان این دوره‌های آموزشی راهکارها برای ارتقای فرهنگ و اداره کشور به صورت دینی و بومی فراهم شود. با این حال شاید اشاره دو تن از وزرای کابینه حسن روحانی در این روزها خالی از لطف نباشد که در پایان این برنامه به آن اشاره می‌کنیم. یکی از آنها اظهارات حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری فارس در باب سلامت روان که گفته در ایران تریبون‌هایی وجود دارند که اگر برای سلامت روان کاری نمی‌کنند بهتر از تولید بیماری نیز نکنند. و دیگری اظهارات شگفت‌انگیز علی جنتی وزیر ارشاد نسبت به آمار بالای اعدام هاست، امری که بسیاری از مقامات حکومتی در مجامع بین‌المللی حقوق بشری آن را انکار می‌کنند. آقای جنتی با اشاره به آسیب شناسی مزلات اجتماعی به امر حجاب و مواد مخدر اشاره کرده و در بحث حجاب اقدامات حکومتی را تاکنون ناکارآمد دانسته و در مورد برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفته است یکی از مسائل مهم موضوع مواد مخدر است. چند سال است که ما با مواد مخدر مقابله می‌کنیم و چقدر برای بستن مرزهای شرقی کشور هزینه صرف کردیم و چه تعدادی را اعدام کردیم و اکنون در نوبت اعدام قرار دارند. این آمار شگفت انگیز است. امیدواریم این برنامه ها کمکی باشد به آگاهسازی جامعه برای جلوگیری از خطرات احتمالی که میتواند زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.